دوباره خوش آمدید. ادامه صبح زندگی در بخش نبز سلامتی قرار داریم کمپاین واکسین های دوره اطفال تا یک سالگی به شمول پولیو از سوی وزارت سطح همه در سرتاسر سر کشور آغاز گردیده است از خانواده ای که اطفال یک سال دارند تقاضا می شود تا به کودکان خود در پنج مرحله واکسین های داده شده را البته انجام دهند و تا که بیشتر به اطفال خود توجه داشته باشند تا که خدای نخواسته فرزندانشون به بیماری های محلک و کشنده مواجه نشند در بخش نبض سلامتی دکتر حلیم آریان متخصص امراض حساسیت یا الرژی در رابطه با خارش های جلدی صحبت های می داشته باشیم خارش پوست آرزه ای است که به مختلف می تواند ایجاد شود خصوصا در فصل سردی یا در فصل زمستان جناب دکتر سب سلام صبحتان بخیر خوش آمدین به صبح زندگی صبح زیبای شما بخیر به خداوند یکتا و مهربان با عرض سلام و ادب خدمت کارمندان محترم تلویزیون جهانی آریانا و بینده های عزیز سپاس جناب دکتر سب که دعوت ما را پذیرفتین به فصل زمستان رسیدیم اوا سرد میشه دلیل خارش جل و یا هم پوست که در این فصل بیشتر نزد اشخاص دیده میشه یا پیدا میشه چی هست بیشتر میخوایم در مورد خارش جل بدانیم وقتی که تغییر موسم خصوصا هوا وقتی که به طرف سر شدن میره دفتا وقتی که یک شخص با هوای سرد مواجه میشه امو حجرات حجرات بنیادی یا اساسی که به نام مسل یاد میشه خصوصا در نواحی مقدم یا شروع سیستم تنفسی ما البته قسمت ابتدایی سیستم تنفسی فوقانی خصوصا بینی چهار دوباره بینی و غشای مخاطی بینی حجرات مسل که در اینجا موجود است اونا اساس میشه و نهایات اعصاب کولینرژی که همون ناحیه با سیستم اعصاب مرکزی خبر می و سیستم اعصاب مرکزی یک رول محافظوی یا دفاعی را انجام میتا توسط زیاد شدن افرازات بینی که در اثر آن آبرزش بینی با وجود خارج خارش با وجود می عدسه وجود احتقان و التحاب بینی با وجود کی یک رول محافظه یا دفاعی است که از طرف سیستم اصاب مرکزی امر داده میشه به این قسمت ابتدایی سیستم تنفسی خارش جلدی انوا دارد به چند نوع تقسیم میشه؟ خارش جلدی انواع بسیار زیاد دارد که به قسم درای یا زیروسیس به نام استلاح طبی زیروسیس است و همچنان اکزیما یا درماتیت یا درماتایټیس یا التهاب پوستاس و ما په قسمه پاسوریاسیاس سیاسوریاسیس اس انسک بایلس یا واغزیه شرایط اس بنس یا سوختگیسته و همچنان یک علت بسیار مهمش که فعلا ما در امي موسم سرما قرار داريم که به نام کولد یاد میشه یعنی در اثر مواجه شدن با هوای سرد پت یا خارج به وجود میاد فرد یا شخص چگونه بفهمه که ما به مبتلا هستیم آجل تصمیم بگیرن به خاطر تداوی خودن خب این تقسیم بندی شده یک نوع آلرژیک است کسایی که آلرژی دارن اونا یک تاریخچه مزمن یا طولانی دارن یعنی تقریبا از زمان تفولیت الا بمیسنه کې فلان بمیسنه کې اس هوا کسای کې کول ډیوټي کاریا درا اونه قبلا تجربه نکړه یعنی در موسم ګرمه در موسم معتدل بهار او توبستان اینه په دې ای مشکل مواجه نمیشان وختي کې هوا د فتن سرد مېشه اینه امره دې ای مشکل مواجه میشن وا تداوی از اینه هم فرق درام مثلا کسای کې یی ګیورټي کاریاي الرجیک درا یعنی پتو و خارش از اثر آلرژی می باشه توسط آنتی استامینیک تداوی میشه توسط ایمیونوتراپی یا توسط واکسین تداوی میشن و کسایی که کل ها دارن اینا توسط دوای آنتی تدویم تداوی میشن چرا که می ارتباط با سیستم اصاب مرکزی داره شما اشاره کردید که در زمستان ای بیشتر نزد فرد یا شخص دیده میشه پیشگیری وجود داره میتونیم کسایی که مثلا در گذشته ها سپری کردن در زمستان ها زمستان پیش روی اونا میتونن پیشگیری بکنن یعنی وقایت داشته باشن یا خیر چرا نه کسایی که این مشکل دارن باید کوشش بکنن که لباس های گرم بپوشن از مایات گرم استفاده بکنن از ویتامین هایی که منحل در شام است زیادتر در لبنیات پیدا میشه از این ویتامین ها زیادتر از لبنیات زیادتر استفاده بکنه از شیر از پنیر از ماست استفاده بکنه تا که از هم چو مشکل جلوگیری شود. زمانی که مبتلا میشن چقدر لازم است که زودتر مراجعه بکنن به دکتر متخصص خود تایی که خدای نخواه سوار جانبی بیشتر نداشته باشه خب این و یورتیکاریا یا خارش که است اوقدر جدی نیست ا ته میتونه د دواخانه براند در دواخانه هميشه اشخاص مسلکي وجود داره د اونجا یو فارماسست وجود داره و یو فارماسست میتونه توسط یو دوای کولینرجیک میتونه توسط دیفین هایډرامین او سې اټروپین یې تداوی وکنه ولی کوشش وکنه خودو وقایع وکنه توسط لباسای ګرم توسط مایات مایات ګرم در افغانستان بیشتر از فکر میکنم کسایی که خارش جلدی دارن زیادتر چون هوای کابل پایتخت به خصوص بیشتر سرد است ای خارش جلدی که فعلا است این یک کل دیوپتیکاریا نیست اه. یعنی این یک خارش نیست که در اثر هوای سرد به وجود آمده باشند یک پاندمی یک قسم پرازیتاس کناهاس یا مایتاس که به نام اسکابیس یاد میشه که توسط یک قسم پرازیتاس به نام سرکوپتیس ی بووجودمه یع پاندېمې اېس کې در تمام جهان از خصوصا مسافرې کې از ترکیه را دي مرز میشن از ایران میین یې ای تقریبا د ترکیه د ایران اته د اروپا سرهایت کده د مملکتای آسیایی فعلاً یع پاندېمې رټشکیل دوده او سارېستا <تصفح> و کسایی که مبتلا میشن یعنی جدا ازی که شما اشاره کردین و دکتر متخصص مراجعه بکنن در دواخانه ها هم میتونن که زودتر سرچاب شد تداوی خانگی چطور است؟ بعضی ها درست دارن که در خانه تداوی بکنن اما تداوی خانگی را پیش بگیرن البته سکر بیس که است این ضرورت با یک متخصص است که باید مراجعه بکنه یا منظم تداوی بکنه حتی اعضای فامیلش که با اونا تماس گرفتن خصوصا каسое که д ظرف к مоه همро аз иنо به تمос بوдه مثلا همкорاи دаفتар аъзои хонوоدа сاри سби сاрисته فаوقالعاده сاри стه وаقتе که بо к شаخصе که سкабиس дорه к شаخص سالиم بо تаمос مеشه и دавره تفрихиш تقرиبا اз س لا ش هаفته сته همو парاзитهо سкабис در قسمتها از بدن در زير پوست ي قسم كانالا را افر منه و د ونجه فرازيط معنس تخمذاري مكنه و بعد از يك مدت و تخما بالاخره به با فرازيطهاي جوان تبديل ميشه و هر شخص ميتانه منتقل باشه به با اشخاص سالم چگونه بفهمم جناب دکتر سپ که اینا به این مرض ساری به این بخشش مبتلا شدن چه محیط کاری باشه همکار باشه یا در خانه باشه خدای نخواسته قسم باشه که دیگرها و دیگرا سراحت نکنه اونا در امان یا ما خود چگونه از او شخص دور داشته باشیم سوال بسیار خوب است این نظر به علایمش فرق میکنه او خارش ده که از اثر اسکابیس با وجود میه. اکثر اکثرا شبانه میباشه مریض در جریان کار در جریان روز راحت می باشن. اما وقتی که با فرارزدن شب خارشش بسیار شدید می شود و دیگه یک اک تاریخچه از مسافرت می داشته باشن اکثرا کسایی که ما پیشتر عرض کردم رد مرز شدن مهم. مثلا ایران رفتن ترکیه رفتن و همچون خانواده های که اعضای فامیلشان از مسافرت آمد از اینا تماس دارن و دیگه ای که ده خانواده تقریبا یک نفر مریض نمی باشن بلکه چندین نفر می باشن یعنی <تصفح> این بسیار مهم است وقتی که یک فامیل چند تا از اعضای فامیل چهار از مشکل می باشه این طبعا دلالت باز کبیس می کنه اطفال ما را چگونه حفاظت بکنیم در سرمایه زمسان قرار داریم جناب دکتر از بکنیم خدای نخواسته ما به همچو امراض آلرژی ها نشد فقط با پوشیدن لباس های گرم و همچنان استفاده مایات گرم مانند سوپ چای آب لوبیا شیرچای یخنی و همچنان آه، آه، لبنیات مثل شیر پنیر از اینجا استفاده بکنند اینا فواید به خصوصی داره میتونه کمک بکنه بله 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 از اینکه مبتلا هستن اونها استفاده کسایی که سیستم ایمنی یا سیستم دفاعیشان ضعیف است اونها را زیادتر متضرر میکنند اما کسایی که یک سیستم ایمنی قوی دارن، امو ویتامین که سیستم ایمنی را تقویت میکنه که ویتامین های منحل در شام است سر از وقت تاثیر نمیکنه اما کسایی که یک سیستم ایمنی ضعیف دارن مرض زیاد وقت میتونه که اونا رو متاثر بسازه یعنی که هنسال و موسیل سال ها را بیشتر آسیب پذیر میسازد چون کمبودات بله, بله بله که دارن در بدن بله خصوصا بله. کسایی که سنش از پینجا و پنج بالا میشن و همچنان اطفال تا, تا سن 15 میرسن اینا هم سیستم ایمینیشان ضعیف است. این بهش اینا توجه به صورت بگیره و ادویه‌ای که لازم است در خانه داشته باشیم نیاز هست یا خیر خب به نظر ما مشکل است که یک کسی که غیر مسلکی باشه ادویه را بشناسه وقتی که ادویه را ما نشناسیم و به خود تجویز کنیم یا به دیگران او عینا حیثیت یک زهر داره اقلا باید مراجعه بکنه به یک دواخانه چرا در دواخانه یک شخص مسلکی یک فارماسیست وجود داره واله کوشش وګورئ یو متخ... متخصص بره خصوصاً متخصص allergy متخصص جلدی مراجعه وکونئ نتایج خوبتر هم یعنی کسایی هست که نمیدانند چون شما گفتین در چند بخش از ها که یکیش ساری هست بله. بله بله. سراحت میکنه و دیگران دیگرانش قابل تشویش نیست با بله. توجه لازم میتونه ساعت من شوند سپاسگزار هستم از که دعوت ما را پذیرفتین جناب دکتر دا... صاحب همیشه وقت موضوعات خوب را اشاره میکنیم فصل زمستان است بازم پیام میتونه به خانواده های عزیز میخوایم داشته باشیم که بیشتر به خود اطفال خود و کسایی که از مسافرت می چگونه و, و پیشگیری بکنن پایان برای تمام اماتان عزیز ما یه است که وقتی که یک مسافر خصوصا مسافر که عضو فامیل شان است همچون مشکل دارن کوشش بکنه که وسایل شخصی از اینها را جدا بسازه مثل توشک و روجایی بالش کمپل و همچنان اتا اتاقشان جدا بسازن تا وقتی که او مریض مکمل شفایاب شود و همچنان کسایی که امرای هوای سرد مشکل دارند فقط لباسهای گرم بپوشند مایات و همچنان تخفیه بکنند سپاسگزار هستم جناب دکتر سیف حلیم آریان متخصص راز حساسیت یا علرشی از اینکه در رابطه با خارش جلدی صحبت های داشتم تشکر ممنون از شما که ما رو دعوت کردین در دا برنامه شما سپاس از شما عزیزا که بیننده صبح و زندگی هستین شما همیشه میدونید که ما گزارش حفیظ امیری را بعد از وقفه می داشته باشیم اما امروز گزارش حفیظ امیری را بعد از وقفه نداریم خود حفیظ امیری را اینجا در ای سی دوی صبح زندگی داریم شما هم میتونید که بیننده این بخش باشین بعد از وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم